خط مقدم، اورژانس یک بیمارستان پذیرای بیماران کرونا، تلاشی با تمام توان برای مقاومت زیر بار یک فاجعه. بیماری را آوردند که نفس نمی کشد. پرستارها در تلاشند تا او را احیا کنند. بیمار دیگری می آورند. وضعیتش وخیم تر است. مانجشا ماتیو به سرعت خودش را برای کمک می رساند. خیلی ها مثل او هرچه در توان دارند گذاشتند. نتوانستند او را نجات دهند. برای مقابله با بحران کمبود تخت تا آنجا که توانستند از برانکارد و ویلچر استفاده کردند. اما قدم اول مبارزه با کرونا اکسیژن است. اما کپسول های اکسیژن تقریبا تمام شده. کارکنان می دانند که جانهای زیادی به این موضوع بستگی دارد. مردم را منتقل می کنند، اما نمی دانند کجا اکسیژن یا تخت پیدا می کنند. ما نورا بیبی را برای مدت کوتاهی پذیرفتند تا وضعیتش تثبیت شود. هانبی می پرسد ما تا الان به 5 بیمارستان رفتیم. آدم هایی مثل ما کجا بروند؟ اما این بیمارستان در وضعیت بحرانی است و آنها باید بروند. بخش مراقبت های ویژه هم پر شده. در شهر 22 میلیون نفری دهلی دیگر تخت آی سی یو وجود ندارد. اینا بیمارای با وضعیت بحرانی هن. این قابل تصور و درک نیست که کسی فکر کنه اگه بذاریم اونا بمیرن بهتره. اما این وضعیت واقعی هنده. زندگی آدم های توی آی سی یو فقط به یه مو بنده. دکترها از یک سو به بیماران میرسن و از سوی دیگر پای تلفن هن. با ناامیدی دنبال اکسیژن. اکسیژنمون داره تموم میشه. اکسیژن کل کشور داره تموم میشه. تو شهر، همه جا. پس لطفاً روی این موضوع تمرکز کنید. لطفاً. جدا از این کارتون عالیه. همتون یادتون باشه. اگر اکسیژن تموم بشه، دیگه برای خیلی از مریضا امیدی وجود نداره و اونا میمیرن. کادر درمان هر روز به اینجا می آیند با آگاهی کامل از اینکه اگر اعضای خانواده خودشان بیمار شوند، حتی برای آنها هم تجهیزات پزشکی پیدا نخواهد شد. درماندگی و خشم. دولت به نوعی در پیشبینی شرایط شکست خورد، در پیشبینی اینکه تعداد بیمارا زیاد میشه. برای موج اول کمی آمادگی وجود داشت، اما بین دو موج شیوع ویروس این آمادگی از بین رفت. اجازه تجمعهای خیلی بزرگی را دادن که کاملا غیر قابل قبول بود. اونا فکر میکردن که ویروس رو شکست دادیم. کمی بعدتر تعدادی کپسول اکسیژن رسید، اما فقط جوابگوی چند ساعت است. بعد دوباره بیم و تلاش شروع میشود. یوگدالمای، بی بی سی نیوز، دلی.